فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگه ما از مریوان سوال کردن که گرفتن پول در مقابل تدریس قرآن چه حکم دارد؟ در صورتی که امکانات و فرصت و وقت کافی داشته باشد بهتر است که در بدل او چیزی نگیره. اما در صورتی که مردم نیازمند هستند و لازمی بله یکی باید فرزندان خود و فرزندان خود تعلیماتی تعلیم دینی و تعلیم قرآن کریم به فرزندان خود بدهند و آنها را تربیه درست بکنند و مدرس هم امکانات و سرمایه کافی نداشته باشد که به خود خودکفایی برای خود داشته باشد. از نگاهش میتواند که در اینجا و بلکه بهتر است که برای او چیز تخصیص داده شود تا که زندگی عزتمندانه و آبرومندانه برای خود داشته باشه و پیدا بکنه. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در موارد شبیه به این و از بعضی صحابه کرام آمده هم امتناع آمده که او موضوع اولویت هست و بهتر همین است که چیزی نگیرد و اگر بنابر یعنی مجبوریت و این که حتما اگر این کار نشد چیزی برای مدرس قرآن کریم پرداخته نشد نمیتواند که به فرزندان ما و به نسلهای ما چیزی بیاموزاند. و پس ما رفته رفته دور میشویم از دین و همچنان تمام علوم هم تا وقتی که به مدرس و معلم اون چیزی پرداخته نشود امکان ندارد که او برای مراحل بعدی خود موجودیت خود را حفظ کند. Oh.